زهیر، نوشته ی کویلو ترجمه آرش هجازی، با صدای هلیا مقصودی، قسمت دوم فکر میکنم اوضاع درست پیش نمیره اما تو دوستم داری، منم دوست دارم مگه نه؟ نمیدونم اگه بپرسی رابطه با تو رو دوست دارم یا نه میگم آره. اما اگه بپرسی دلم میخواد بدون تو زندگی کنم بازم میگم آره. هیچ وقت دلم نمیخواست مرد به دنیا میومدم. از وضعیت زنونم راضیم. هرچی باشه شما از زنا فقط توقع دارین خوب آشپزی کنن. اما از مردها همه انتظاری دارند. خرج خونه رو در بیارن، آینده بچه ها رو تأمین کنن، غذا به خونه بیارن، موفق باشن. اما موضوعی نیست. من از خودم خیلی راضیم. از رابطه با تو خوشم میاد. اما بازم فکر میکنم کار درست پیش نمیره. هم و دوست داری اما بدت میاد به حال خودت بمونی. همیشه دنبال ماجرایی تا بتونی مسائل مهم رو فراموش کنی. تو رگات فقط آدرنالین جریان داره. یادت رفته که تو رگ آدم باید فقط خون جاری باشه. از مسائل مهم فرار نمی کنم. مثلا چی مهمه؟ نوشتن یک کتاب. همیشه میتونم این کار رو بکنم. پس این کار رو بکن. بعد اگه خواستی از هم جدا میشی. پیشنهادش به نظرم احمقانه میرسد. هر وقت دلم بخواهد میتوانم کتاب بنویسم. ناشرها و خبرنگارهایی را میشناسم که محبتهایی به من بدهکارند. استر فقط یک زن است که میترسد مرا از دست بدهد و خیال بافی می کند. میگویم بس است رابطه امان به آخر خط رسیده. موضوع این نیست که مرا خوشبخت کند. موضوع عشق است. میپرسد عشق چی هست؟ نیم ساعت توضیح می دهم. و بعد متوجه می شوم که نمیتوانم عشق را خوب تعریف کنم میگوید حالا که نمیتونی عشق را تعریف کنی بهتره به خودت فشار بیاری و کتابی بنویسی میگویم این دو موضوع هیچ ربطی به هم نداره من هم همین امروز از خونه به هتلی میرم و میتونی هر چی میخوای تو آپارتمان بمونی تا سر فرصت خونه ای برای خودت پیدا کنی. میگوید مشکلی ندارم. میتونی همین حالا از خونه بری تا یه ماه دیگه آپارتمان تو بهت پس میدم. از همین فردا هم شروع میکنم به گشتن دنبال خونه. من مشغول بستن چمدان می شوم و او شروع میکند به کتاب خواندن. میگویم الان خیلی دیر است و فردا میروم پیشنهاد می کند همین حالا بروم چرا که فردا ممکن است دچار تردید و تزلزل بشوم؟ میپرسم؟ مگه میخوای از شر من راحت بشی؟ میخندد. میگوید؟ تو بودی که تصمیم گرفتی همه چیز رو تموم کنی؟ میخوابیم و روز بعد دیگر آنقدر ها هم دلم نمیخواهد بروم. تصمیم میگیرم بیشتر فکر کنم. اما استر میگوید موضوع ختم نشده. باید همه چیزو برای چیزی که دلیل حقیقی زندگیت میدونی به خطر بندازی. وگرنه باز هم از این روزا پیش میاد و این بار من شور و شوقم و از دست میدم و نوبت من میشه که ترکت کنم اما اگه این اتفاق برای من بیفته تصمیمم رو بلا فاصله اجرا میکنم تمام پلهای پشت سرم رو هم خراب میکنم تا نتونم برگردم. میپرسم منظورش از این حرف چیست میگوید مرد دیگه ای پیدا می کنم و عاشق می شم. به سر کارش در روزنامه می رود. تصمیم میگیرم یک روز را تعطیل کنم. غیر از ترانه نویسی الان مشغول کار در یک استدیوی ضبط موسیقی هم هستم. جلوی ماشین تحریر می نشینم. بعد از جایم بلند می شوم، روزنامه میخوانم و به نامه های مهم جواب می دهم. وقتی کارم تمام شد شروع می کنم به جواب دادن به نامه های بی اهمیت. کارهای در دست انجامم را یادداشت می کنم. موسیقی گوش می دهم. در محله گشتی میزنم، با نانوا صحبت می کنم. به خانه برمیگردم. روز میگذرد. و حتی یک جمله ساده هم نمیتوانم تایپ کنم. به این نتیجه میرسم که از استر متنفرم. او مجبورم میکند کارهایی بکنم که نمیخواهم. از روزنامه که برمیگردد چیزی نمیپرسد میگویم نمیتوانم بنویسم میگوید امروز هم نگاهم درست مثل دیروز است. روز بعد سر کار می رون. اما شب دوباره پشت میز ماشین تحریر می نشینم. بعد کتاب می خوانم تلویزیون تماشا می کنم. موسیقی گوش می دهم. باز می سراغ ماشین تحریر و دو ماه همینطور می گذرد. کاغذها و کاغذهای زیادی جمع شده که جمله اول را رویش نوشتم. اما حتی حتی یک پاراگراف را هم به انتها نرساندم. بهانه های جور و جور می آورم. در این کشور کسی کتاب نمی خاند. هنوز طرح مناسبی ندارم. یا طرح خوبی دارم اما دنبال راه مناسبی برای گشایش آن می گردم. از همه مهمتر گرفتار تمام کردن فلان محصول یا فلان ترانه. دو ماه دیگر می بزردم. یک روز استر با بلیط هواپیمایی به خانه برمیگردد. می, می بس. دیگه نمیخواد وانمود کنی گرفتاری و مسئولیت های زیادی داری و همه محتاجن به کاری که تو میکنی. مدتی برو به سفر. میگوید همیشه میتوانم مدیر روزنامه‌ای بشوم که گاهی در آن گزارشی مینویسم. همیشه میتوانم مدیر شرکت محصولات صوتی باشم که در آن به عنوان ترانه نویس کار میکنم. و خودم میدانم که آنجا استخدامم کردند تا برای موسیقی معترض ترانه ننویسم همیشه می توانم برگردم و کاری را بکنم که الان می کنم اما رؤیایم رؤیایم دیگر نمیتواند صبر کند یا باید آن را بپذیرم یا فراموشش کنم بلیت برای کجاست اسپانیا چند لیوان میشکنم این بیلیت ها خیلی گران است نمی توانم الان از کار غیبت کنم مسئولیت دارم باید به کارهایم برسم شرکای زیادی را در صنعت موسیقی از دست میدهم مشکل من نیست مشکل ازدواج ماست اگر بخواهم کتابی بنویسم کسی نمیتواند جلویم را بگیرد میگوید میتونی میخوای اما نمیکنی حالا که مشکلت با من نیست و با خودته بهتر مدتی تنها باشی نقش این را نشانم میدهد باید تا مادرید بروم. آنجا سوار اتوبوس بشوم و خودم را برسانم به کوههای پیرنه در مرز فرانسه. از آنجا یک راه قرون وسطایی به نام جاده سانتیاگو شروع می شود. باید با پای پیاده آن جاده را طی کنم. میگوید خودش در پایان راه منتظرم است و آن وقت تمام حرف هایم را قبول می کند. باور می کنم که دیگه دوستم نداری. که هنوز اونقدر زندگی نکردی تا یک اثر ادبی خلق کنی. که دیگه هرگز به نویسندگی فکر نمی کنی. که تمومش فقط یک رویای دوران جوانی بوده و بس. هزیان است. زنی که دو سال دراز با من بوده که در رابطه عشقی یعنی یک ابدیت در مورد زندگی من تصمیم میگیرد. مجبورم می کند کارم را ول کنم و پای پیاده از این طرف یک کشور به آن طرفش بروم. آنقدر آمیز است که تصمیم میگیرم جدیش بگیرم. چند شب پشت سر هم مست میکنم. او هم کنارم مست میکنه. هرچند از مشروب بدش میآید. پرخاش میکنم. میگویم به استقلالم تجاوز کرده. که این فکر جنونآمیز فقط به خاطر این است که گفتم میخواهم ترکش کنم. در جوابم میگوید همه چیز زمانی به وجود آمده که هنوز در مدرسه بودم و رویای نویسندگی را در سرم میپروراندم حالا دیگر تأخیر بس است یا باید با خودم رو به رو بشوم و یا بقیه عمرم را به ازدواج و طلاق و تعریف داستانهای قشنگ درباره گذشتم بگذرانم و هر روز بیشتر سقوط کنم معلوم است که نمیتوانم به او حق بدهم اما میدانم حقیقت را میگوید هرچه بیشتر متوجه حقیقت می شوم خشونتم بیشتر می شوم. پرخاش هایم را بدون اعتراض می پذیرد. فقط یادم می آورد که موعد سفر دارد نزدیک می شود. یک شب نزدیک به روز موعود دیگر کنارم نمی خوابند. یک سیگاری کامل هشیش می کشم. دو بطری شراب می خورم و وسط اتاق از حال می روم. وقتی بیدار می شوم می بینم به قعر چاه رسیدم و حالا دیگر فقط می توانم بالا بروم. بعد منی که در تمام عمر آن همه به شجاعتم می بالیدم می بینم که چقدر در برابر زندگیم ترسو و آمی و پست بودم. فردایش با بوسه ای بیدارش می کنم و میگویم به پیشنهادش عمل می کنم. به سفر می روم و سی و هشت روزه پای پیاده جاده سانتیاگو را طی می کنم. وقتی به کمپوستلا می رسم پی میبرم که سفر حقیقیم از آنجا شروع می شود. تصمیم می گیرم در مادرید بمانم. با درآمد حق تصنیف ترانه هایم سر کنم و بگذارم اقیانوسی مرا از جسم استر جدا هرچند هنوز رسما زن و شوهریم و هرچند وقت یک بار تلفنی با هم صحبت میکنیم، کنیم. ادامه زناشویی رسمی من خیلی راحت تر است. هم میدانم که همیشه میتوانم به آغوشش برگردم و هم میتوانم از استقلال مطلقم لذت ببرم. عاشق یک زن دانشمند کاتالان می شوم و یک زن آرژانتینی جواهرساز و دختری که در مترو آواز می خاند. حق تصنیف آهنگ هایم همچنان به من می رسد و آنقدر هست که بتوانم بدون نیاز به کار راحت زندگی کنم و وقتم برای همه کار آزاد باشد. از جمله برای نوشتن یک کتاب. کتاب را همیشه می شود گذاشت برای روز بعد. چرا که شهردار مادرید تصمیم گرفته جشنی بگیرد. شعار جالبی هم درست کرده. مادرید مرا میکشد. در این جشن هر شب مردم به کافه بارهای گوناگون سر میزنند. اسم شاعرانه ای هم بر این کار گذاشته جنبش مادریدی. نمی توانم این جشن را بگذارم برای بعد. خیلی سرگرم کننده است. روزها کوتاه هست و شبها دراز. یک روز استر تلفن میزند و میگوید به دیدنم میآید معتقد است که باید یک بار برای همیشه این وضعمان را مشخص کنیم میگوید هفته دیگر میآید و این به من فرصت کافی میدهد تا بهانه هایم را آماده کنم به دختر موبوری که در مترو آواز میخواند و در هتل آپارتمان من زندگی می کند و هر شب با هم در جنبش مادریدی شرکت می کنیم می گویم دارم به پرتغال میرم اما یه ماه دیگه بر گردم. آپارتمان را مرتب می کنم. هر نشانه حضور زن را در آن از بین میبرم. از دوستانم میخواهم کاملا سکوت کنند زنم دارد میآید تا یک ماه پیش من بماند استر از هواپیما پیاده می شود. موهایش را به شکل وحشتناکی کوتاه کرده و نمی شود او را شناخت. به روستاهای اسپانیا سفر می کنند. شهرک هایی را می شناسیم که شبها خیلی جالب به نظر می رسن. اما اگر روز بعد برگردی دیگر پیدایش نمی کنی. به تماشای گاو بازی می رویم. رقص فلامنگو تماشا می کنیم. بهترین شوهر دنیا هستم چرا که می خواهم با این احساس برگردد که هنوز دوستش دارم. نمیدانم چرا دلم میخواهد این احساس را به او بدهم شاید به خاطر اینکه ته دلم اعتقاد دارم این رویای مادرید روزی تمام می شود. به مدل موهایش اعتراض می مدل موهایش را عوض می کند و دوباره قشنگ می شود. فقط ده روز تا پایان تعطیلاتش مانده. میخواهم خوشحال و راضی ترکم کند و دوباره من بمانم و مادریدی که مرا میکشد با دیسکوهایی که از ساعت ده صبح باز میکنند گاوبازی بحث های طولانی درباره مسائل تکراری الکل زنها باز هم گاوبازی باز هم الکل باز هم زنها و بدون برنامه زمانی مطلقاً بدون برنامه زمانی یک شنبه ای موقعی که به طرف ساندیویچ فروشی می رویم که تا صبح باز است موضوع ممنوعه را پیش می کشد کتابی که گفته بودم دارم می نویسم یک بطری خرس می نوشم در راه به درهای آهنی لگد میزنم. با مردم در خیابان فهاشی میکنم. میگویم چرا این همه راه آمده؟ ادعا میکنم تنها هدفش جهنمی کردن زندگی و نابود کردن شادی من است. چیزی نمیگوید. اما هر دو میفهمیم که رابطه امان به آخر خط رسید. یک شب بی رویا را می گذرانم و روز بعد بعد از اینکه به خاطر ایراد دستگاه تلفن آپارتمانم با مدیر هتل دعوا می کنم بعد از اینکه به زن خدمتکار می گویم یک هفته است ملافه ها را عوض نکرده بعد از یک حمام بسیار طولانی برای از بین بردن سردرد ناشی از زیاد روی دیشب جلوی ماشین تحریر می نشینم. فقط برای اینکه به استر نشان بدهم که دارم سعیم را می کنم و صادقانه سعی می کنم کار کنم. و ناگهان معجزه رخ می دهد. همانطور که زنی را نگاه می کنم که قهوه درست کرده روزنامه میخواند از چشمهایش خستگی و یس میبارد زنی که همیشه ساکت است و معمولا محبتش را در چهره و حرکاتش بروز نمیدهد زنی که وقتی میخواستم بگویم نه وادارم کرد بگویم آری که مرا واداشت برای چیزی به جنگم که به درستی فکر می کرد دلیل زندگیم است که حاضر شد غیبت مرا تحمل کند چرا که عشقش به من بزرگتر از حتی عشقش به خودش بود که وادارم کرد دنبال رؤیایم راهی سفر شوم. همانطور که زنی را تماشا می کنم که دخترکی بیش نیست، ساکت است. چشمهایش بیشتر از هر کلامی حرف می زند. بارها در دلش ترسیده اما همیشه در عمل شجاع است. میتواند دوست بدارد بی آنکه احساس حقارت کند بی آنکه به خاطر جنگیدن برای مردش شرمنده باشد ناگهان انگشتانم شروع می کند به فشار دادن کلیدهای های ماشین تحریر جمله اول را می نویسم و جمله دوم را. بعد دو روز تمام را بدون غذا میگذرانم فقط موقعی میخوابم که دیگر چاره ای ندارم. انگار واجه ها از مکان ناشناخته ای در من برمیخیزد. درست مثل زمانی که ترانه می نوشتم. و من و همکارم بعد از کلنجارهای بسیار بعد از بحثهای طولانی بیمعنی پی می بردیم که آن چیز آنجاست حاضر است و وقتش شده که به کاغذ و نطهای موسیقی منتقلش کنیم این بار می دانم آن چیز از قلب استر می آید. عشقم دوباره متولد می شود. آن کتاب را می نویسم چون او وجود دارد. بدون شکوه و گلایه بر لحظات دشوار غلبه کرده. بی آنکه خودش را یک قربانی بداند. شروع می کنم به نوشتن تجربم در تنها چیزی که در این سالهای اخیر با من بوده جاده سانتیاگو همچنان که مینویسم پی میبرم که نگاهم به دنیا دارد تغییرات مهمی میکند سالها جادوگری کیمیاگری و علوم خفیه را مطالعه و تمرین کردم تصور خارق العاده ای بود که یک گروه از آدمها قدرت عظیمی داشته باشند که انتقال آن به اشخاص دیگر مطلقا ممنوع باشد. چرا که اگر این قدرت در دستان بی تجربه بیفتد خطرناک است. عضو انجمنهای های مخفی شدم. به فرقه های عجیب و غریب پیوستم. کتاب‌های گران را از بازار سیاه خریدم. وقت زیادی را صرف مراسم و وردخانی کردم. مدام در حال ورود به گروه‌ها و انجمن‌های اخوت و خروج از آنها بودم. همیشه هیجان این را داشتم که سرانجام با کسی روبرو شوم. که اسرار جهان نامرئی را برایم فاش کند و همیشه آخر کار معیوس می شدم. چرا که پی می بردم بیشتر این افراد هرچه هم حسن نیت داشته باشند فقط از باور خاصی پیروی می کنند و اغلب اشخاص متعصبی عذاب در می چرا که تعصب تنها راه رهایی از تردیدهایی است که همواره در کار برانگیختن و تحریک روح انسان است. بله کشف کردم که بسیاری از این آینها مؤثر است. اما این را هم فهمیدم کسانی که خودشان را استاد و نگهبان اسرار زندگی می دانند. کسانی که ادعا می کنند فنونی بلدند تا با کمک آنها هر کسی بتواند به هر خواسته اش برسد دیگر کاملا ارتباط خود را با آموزه های پیشینیان از دست دادند یعنی پیمودن جاده سانتیاگو ارتباط با مردم عادی درک اینکه جهان به زبانی یگانه به نام زبان نشانه ها سخن میگوید و برای درک این زبان کافی است انسان با ذهن باز به آنچه پیرامونش رخ میدهد بنگرد اینها همه باعث شد به این تصور که علوم خفیه تنها راه دست یافتن به این اسرار است شک کنند بعد در کتابی که درباره جاده سانتیاگو می نویسم درباره راه های دیگر رشد بحث می کنم و سرانجام با این جمله نتیجه می گیرم کافی توجه کنید هرگاه آماده باشید آموزه ها هم به شما میرسد همواره اگر به نشانه ها توجه کنید هر چرا برای گام بعد نیاز دارید خواهید آموخت. انسان دو مشکل بزرگ دارد. اول از کجا باید شروع کنم؟ و دوم کجا باید توقف کنم؟ یک هفته بعد ویرایش اول و دوم و سوم را انجام می مادرید دیگر مرا نمی کشد وقت بازگشت است. احساس می کنم چرخی به پایان رسیده و بیدرنگ باید چرخه دیگری را آغاز کنم. با آن شهر ودا می کنم. همان گونه که همواره در زندگیم هم ودا کردم. با این خیال که هر وقت دلم خواست می توانم نظرم را عوض کنم و برگردم. همراه استر به کشورم برمیگردم. تقریبا مطمئنم که وقتش هست کار دیگری پیدا کنم. اما تا وقتی نمیتوانم چون نیاز ندارم به ویرایش کتابم ادامه میدم. فکر نمی کنم هیچ آدم عادی علاقه من باشد تجربه کسی را بخواند که جاده ای را در اسپانیا زیارت کرده. جاده شاعرانه اما دشوار. چهار ماه بعد بعد از دهمین ده ویرایش میبینم نه دست نویسم هست و نه استر درست موقعی که نزدیک است از نگرانی دیوانه بشوم استر برمیگردد با قبض پست سفارشی به نشانی یکی از دوست پسرهای قدیمیش که حالا انتشارات کوچکی باز کرده دوست پسر سابق کتاب را منتشر می کند. هیچ روزنامه ای حتی یک خط هم دربارش نمی نویسد. اما چند نفری کتاب را می خرند. آن را به دیگران پیشنهاد می کنند و آنها هم کتاب را می خرند و به دیگران پیشنهاد می کنند. شش ماه بعد چاپ اول کتاب تمام می شود. یک سال بعد کتابم به چاپ سوم می رسد و شروع می کنم به کسب درآمد از راهی که هیچ وقت فکرش را هم نمیکردم. یعنی ادبیات. نمیدانم این رویا چقدر طول می کشد. اما تصمیم میگیرم هر لحظه را طوری زندگی کنم که انگار، آخرین لحظه است و متوجه می شوم که موفقیتم دری به رویم گشوده که مدتها آرزویش را داشتم. ناشران دیگر مایلند کتاب بعدیم را منتشر کنند. اما من که هر سال نمیتوانم به جاده سانتیاگو بروم. پس درباره چه بنویسم؟ قرار است درام همیشگی دوباره شروع شود؟ دوباره بنشینم پشت ماشین تحریر رو همه کار بکنم جز نوشتن کلمات و جملات؟ باید نظرم را درباره دنیا با دیگران در میان بگذارم. باید تجربه های زندگیم را تعریف کنم. روزها و شبهای زیادی سعی می کنم و به این نتیجه می رسم که ممکن نیست. یک روز بعد از ظهر در کتاب هزار و یک شب تصادفاً به داستان جالبی بر می خورم. تمثیلیست از راه خودم و کمکم می کند بفهمم کیم و چرا آنقدر طول کشید تا تصمیمی را گرفتم که همیشه جلوی چشمم منتظرم بود. همان داستان را مبنا قرار می دهم و درباره چوپانی می نویسم که دنبال رؤیایش به جستجوی گنجی می رود که کنار اهرام مصر پنهان است. از معشوقی می گویم که منتظر او میماند همانطور که وقتی من در زندگی چرخ میزدم و چرخ میزدم استر منتظرم ماند دیگران کسی نیستم که رؤیای فلان چیز را داشت فقط هستم همان چوپانی که صحرا را پیمود اما کجاست آن کیمیاگری که کمکش کرد تا پیش برود. داستان تازم را تمام می کنم. ماندم که این چه داستانی است؟ انگار قصه پریانی باشد برای آدم بزرگ ها و آدم بزرگ ها بیشتر به جنگ و سکس و داستان های قدرت علاقه دارند. اما ناشر به هر حال کتابم را میپذیرد. کتاب منتشر می شود و باز خواننده ها آن را به فهرست کتاب های پرفروش می رسانند. سه سال بعد زندگی زناشوییم عالی است. کار مورد علاقه هم را دارم. اولین ترجمه از کتابم بیرون می آید و دومی و سومی و این موفقیت آهسته و پیوسته کتابم را به چهار گوشه جهان می رساند. تصمیم می گیرم به پاریس مهاجرت کنم. به خاطر کافه هایش، نویسنده هایش، زندگی فرهنگیش. پی می برم که دیگر از این چیزها خبری نیست. کافه ها پاتوق توریست است با عکس های که پاریس را مشهور کردند. نویسنده ها بیشتر گرفتار سبک نگارش هستند تا محتوا. سعی می کنند بدی باشند اما فقط طوری می نویسند که آدم را آزار بدهد. در دنیای خودشان حبس شدند. و یک اصطلاح جالب زبان فرانسه را یاد میگیرم دوباره بالا فرستادن آسانسور یعنی من از کتاب تو تعریف میکنم تو هم از کتاب من تعریف میکنی و به این ترتیب یک زندگی فرهنگی تازه خلق میکنی یک انقلاب یک تفکر فلسفی تازه رنج میبریم که هیچ کس ما را نمیفهمد اما این بلا سر نوابق گذشته هم آمده. این خصوصیت هنرمندان بزرگ است که در دوران خودشان درک نمی شود. آسانسور را برای هم دوباره بالا می فرستند و اوایل نتایجی هم می گیرند. مردم نمیخواهند تن به خطر بدهند و آزادانه از چیزی انتقاد کنند که نمیفهمند اما خیلی زود پی میبرند که فریب خوردند و دیگر حرفهای منتقدها را باور نمی کنند. اینترنت با زبان سادهش از راه می رسد و دنیا را عوض می کند. دنیای موازی در پاریس خلق می شود. نویسنده های تازه به خودشان فشار می آورند تا دیگران کلماتشان را درک کنند. به این نویسنده های تازه می پیوندم. در کافه هایی که هیچ کس نمی شناسد. چرا که نه آن نویسندگان مشهورند و نه آن کافه ها. سبک خودم را در تنهایی رشد می دهم و از ناشری می آموزم آنچه را که باید درباره همدستی با مردم بیاموزم. بانک مساعدت دیگه چیه؟ خودت میدونی هر آدم زنده ای این می میشناسه. ممکنه اما هنوزم منظورتو نمیفهمم. این موضوع تو کتابی از یک نویسنده آمریکایی اومده. قدرتمندترین بانک دنیاست همه جا شعبه داره اما کشور من سابقه ادبی نداره نمیتونم به کسی کمک و لطفی بکنم اصلا مهم نیست مثال میزنم من میدونم تو بالاخره رشد میکنی و آدم با نفوذی میشی اینو از اونجا میدونم که منم مثل تو بودم جاه طلب, مستقل صادق امروز دیگه قدرت گذشته رو ندارم. اما میخوام به تو کمک کنم. چون که نمیخوام در جا بزنم. آرزوی بازنشستگی ندارم. رویای مبارزه جذابی رو دارم که اسمش زندگی و قدرت و افتخار. پس شروع میکنم به سپرده گذاری در حساب تو. این حساب پولی نیست. رابطه ایه. تو رو به فلان کس و بهمان شخص معرفی می کنم و بعضی از کارها رو برات راحت می کنم تا به نتیجه برسه. تو میدونی چیزی به من بدهکاری اما من هرگز به اون اشاره ای نمی کنم. و بالاخره یه روز. دقیقا یه روز از تو کمکی میخوام. میتونی بگی نه. اما میدونی که به من بدهکاری به من کمک میکنی منم همچنان به تو کمک میکنم و دیگران میفهمند تو آدم وفادار و قدرشناسی هستی و تو حسابت سپرده میذارن همیشه روابط مطرحه چرا که این دنیا از روابط ساخته شده و بس اونا هم یه روز از تو کمک میخوان تو به کسایی که به تو کمک کردن احترام میذاری و کمکشون میکنی و به مرور زمان در تمام دنیا شبکه ای پیدا میکنی. هر کی رو لازم باشه میشناسی و نفوذت روز به روز بیشتر میشه اما ممکنه من حاضر به انجام کاری نشم که تو از من میخوای البته مثل هر بانک دیگه ای سرمایه گذاری تو بانک مساعدت هم خطراتی داره. حاضر نمیشی کمکم کنی. فکر میکنی به خاطر این بهت کمک کردم که سزاوارش بودی و بهترینی و همه ما وظیفه داریم قدر استعدادتو بدونی. خب از تو تشکر میکنم و میرم سراغ فرد ای که تو حسابش سپرده دارم. اما از این به بعد همه بی اون که لازم به گفتن باشه خبردار میشن که تو قابل اعتماد نیستی. تا وسط راه میتونی رشد کنی. اما نمیتونی به حد اکثر توقع دست پیدا کنی. در دوره ای زندگیت شروع میکنه به تن از به نیمه راه رسیدی اما تا آخر راه نرفتی. نیمه شاد و نیمه غمگینی نه ناکامی و نه موفق نه سردی و نه گرم ولرمی و همونطور که یکی از انجیل نویس ها تو کتاب مقدس گفته چیز ولرم تأثیری بر کام انسان نمیذاره. بالاخره این ناشر سپرده ها یعنی روابط زیادی در حساب من در بانک مساعدت میگذارم. میآموزم رنج میبرم. کتاب هایم به زبان فرانسه ترجمه میشود و بنا به سنت این کشور از این بیگانه استقبال می کنن. فقط همین نیست این بیگانه موفق هم می شود. ده سال بعد آپارتمان بزرگی مشرف به رود سن دارم. خواننده ها دوستم دارند. منتقدان از من متنفرند. همان منتقدانی که در صد هزار نسخه اول کتابهایم تحسینم می کردن. اما از آن به بعد در نظرشان دیگر یک نابقه ناشناخته نبودم. همیشه به را در بانک مساعدت به موقع می پردازم و خیلی زود کارم به جایی می رسد که می توانم وام هم بدهم یعنی روابطم را. نفوذم گسترش مییابد یاد میگیرم که بخواهم و یاد میگیرم که خواسته های دیگران را اجابت کنم استر به عنوان خبرنگار اجازه کار میگیرد اگر اختلافات عادی هر زندگی زناشویی را کنار بگذاریم راضیم. برای اولین بار میفهمم که ناکامیم در عشقها و ازدواجهای قبلیم هیچ ربطی به زنهایی که میشناختم نداشته و ناشی از تلخی وجود خودم بوده اما استر تنها کسی بود که نکته بسیار ساده ای را فهمید برای اینکه خودم را با او پیدا کنم اول باید خودم را با خودم پیدا می کردم هشت سال است که پیوسته با هم زندگی می کنیم او را زن زندگیم میدانم و اما هر چند وقت یک بار بهتر بگویم مرتب مرا با عشق زن دیگری که سر راه هم آمده تنها میگذارم طلاق هیچ وقت مطرح نمی شود. هرگز نمی پرسم از روابط نامشروع من خبر دارد یا نه. او هم هیچ وقت چیزی در این باره نمی گوید. برای همین یک شب موقع برگشتن از سینما وقتی به من میگوید از نشریهش اجازه گرفته تا گزارشی از جنگ داخلی آفریقا تهیه کند به شدت تعجب می کند. پایان قسمت دوم